فوتبال جهانی پهناور با زبانی مشترک. برای فهمیدنش نیاز نیست فوتبالیست باشین، باید عاشق باشین. عاشق این مهمترین پدیده عصر حاضر که با اولین لمس توپ راهی برای نفوذ به روحتون پیدا میکنه. از شدت هیجانش قلبتون به قفسه سینه میکوبه، اشکتون رو در میاره، از خوشحالی سرتون به آسمون میرسه و مثل عشق دلیل همه کارهای روزمره‌تون میشه. و اینجاست که ماجراجویی شروع میشه. ماجراجویی برای پیدا کردن عاشقان حقیقی، برای پیدا کردن کسایی که توپ فوتبال به اندازه لباس تن بهشون نزدیکه. از هر چهار گوشه ایران، از زمین‌های خاکی تا مجهزترین مدارس فوتبال کشور، از کوچه پس کوچه‌ها تا هر جایی که بچه‌ای هست با توپ و دروازه‌اش، ماجراجویی برای پیدا کردن ستاره هایی که قراره توی آسمون فوتبال بدرخشن. این ستاره ها فوتبال ایرانو می سازن. این برنامه جاییه که ستاره ها متولد می شن. ما آماده ایم، هر چیزی برای درخششتون لازمه آماده کردیم. دستتون رو میگیریم و استعدادتون رو کشف میکنیم. من خودم هم از زمینای خاکی شروع کردم. برای شروع خیلی آمادم. اینجاییم که رویای شما رو برآورده کنیم. دوست دارم برنامه زودتر شروع شد تا درخشش شما رو ببینیم. ما هر کدوم یه نسل فوتبال جمع شدیم، از مشتبه جباری تا آقا فیروز. فیروز خانم که دیگه خداداد، ادمون و مشتبه شاگردهای من بودن. اینجا جمع شدیم تا بتونیم شما رو ستاره کنیم. توی دروازه مشتبه جباری، یه موقعیت برای اسکوپسی. خداداد عزیزی توی گل خداداد اشکم رو در آورد. حالا اینجا کنار هم باعث افتخارم. به جز فوتبال از ادمون خیلی چیزا میشه یاد گرفت. اون یه ایرونیه که عاشق تیم ملی و عاشق پرچمشه. ما به شما امیدواریم، شما هم به ما اعتماد کنید. من خیلی آدم سختگیریم. این آخرین شانستونه، تمام تلاشتون رو بکنید. سعی کن ما رو متقاعد کنی که یک ستاره ای. ستاره ساز مزرعه‌ایه که توش هیچ دونه سالمی گم نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بیننده های محترم شبکه 3، احوال شما چطوره؟ امیدوارم که سرحال و شاداب باشید و این روزای آخر تعطیلی عید بهتون خیلی خوش بگذره. امیدوارم که سرحال باشید، آماده باشید یه قسمت دیگه از ستاره ساز رو ببینید، قسمتی که خیلی هم بخش مهمیه و در واقع قرار اون اتفاق بیفته و از 168 نفر با برسیم به اون 40 نفر نهاییمون. توی برنامه امروزمون ما خب حذفی داریم، طبیعی هم از داستانمون هم از اول همینطوری بوده. قرار بوده برسیم به 4 تا 10 تا، تازه بعدش به 4 تا گروه 6 نفره و ممکنه تصاویر رو ببینید که یه ذره ناراحت کننده هم باشه، ولی خب بچه‌هایی که حس میشن باید بدونن که شاید بعداً اونا ستاره‌های آینده فوتبال ایران بشن، چون قصه فوتبال هم قصه صبر کردنه، قصه شکست خوردن و دوباره بلند شدنه. همینه ورزش، مدلش همینه. آندرس اینیستا و زلاتان ابراهیموویچ هم تو اولین تستای فنیشون رد شدن. اگه قرار باشه با اولین خط خوردن
با اولین رد شدن بیخیال داستان بشیم همون بهتر که شروعش نکنیم. پس داستان امروز ما رو تا پایان ببینید. برای اون کسایی که اومدن تو ستاره ساز و نتونستن وارد اون چلتای نهایی بشن آرزو موفقیت میکنم و مطمئنم که خیلی هاشون فوتبالیست های درجه یکی میشن و البته میریم سراغ اون 40 نفر نهایی که قراره سه تاشون آخرش برن یه کمپ خیلی خوب و فوق‌العاده توی اروپا و انشالله بشن ستاره های فوتبالمون. قصه فوتبال قصه شکست خوردن و بلند شدنه. شما انتخاب نمی‌کنی که چجوری ببازی، ولی میتونی انتخاب بکنی که چجوری بلند شی. بسم الله الرحمن الرحیم. ابوالفضل کلیوان هستم از کاشان. اصلیت من بختیاریه. من بختیاریم درست، ولی اینا خودشو مامان ما قبول شدم از بین 170 نفری که تست دادم. قبول شدم. تو قرآن. آقای فیروزکریم میگه اینا تو لیگ بودن که شدن. اینا رو تو لیگ انتخاب کرده. وقتی یکی که دو بار باش به چمن خورده، چه انتظار از یکی که 6 سال بازی کنه؟ سن جای رونالدو دیگه بگیریم. یه روز در این تیم که عاشقشم بازی میکنم بهتون گفتم، به تیم ملی هم دعوت میکنم. چیزی نداره ستاره ساز. همه میان مثلا میگن ستاره ساز و همه چیز داره مثلا بازیکن با استعداد جمع میکنیم میفرستیم اروپا. همش علکیه. با خدا همش پارتی بازیه. اصلا هیچی نگاه بازی نمیکنن، فقط پارتی و پارتی بازی. فوتبال اسمش نی کثیف بازی. میاد جلوی همه آدم رو زایه میکنه میگه فوتبالیستی میشه. از این تصاویر خیلی میبینیم تو ستاره ساز، خب طبیعی هم هست. از چندین هزار ویدئویی که ارسال شده یه سری آدم انتخاب شدن، تستای حضوری که مربیای ما رفتن به شهرهای مختلف، اونا دوباره حذف شدن، یه سری ازشون رسیدیم به این 160 و چند نفر و آخرش هم 4 تا 10 تا این حذف شدنه و یه ذره گریه کردنه و ناراحت شدنه و از اون ور خوشحالیه. چیزیه که تا آخر فوتبال هم وجود داره دیگه. بالاترین سطحش میشه فینال جام جهانی دیگه. یه طرف دارن گریه میکنن، یه طرف دارن میخندن و اونایی که میخوان ورزشکار بشن، میخوان فوتبالیست بشن، میخوان یه چیزی بشن، کلا به این باختن و بردن عادت میکنن. یکی از سخت‌ترین کارهای مربیای ما هم همین خط زدن است، چون احساسی میشن، خانواده‌ها رو می‌بینن، خود بچه‌ها رو می‌بینن و حالا باشون صحبت می‌کنیم در مورد اتفاقاتی که افتاد. آیه فیروزه کریمی عزیز و ادمون بزیر که امروز همراه ما هستن که تشویقشون کنن. دوستای خوبم. آقا فیروز خیلی مخلصی. خیلی خوش اومدید. ادمون جان خوش اومدید. با هم کار کردی؟ یه مقطعی خیلی کوتاه. آقا فیروز، آقا ادمون، راجع به این ناراحت شدن بچه‌ها، قطعاً شما تو این یکی دو روز و تو این چند روزی که از روز اول تست می‌گرفتید دیدید که بعضیا حالا وقتی خط می‌خورن ناراحت میشن، پدر مادرشون همینطور، و این حسه که بهشون دست میده به نظرم اتفاقاً درس خوبی میتونه باشه برای کسی که میخواد دنبال یه کاری بره. این شکست خوردن از روز اول شاید بتونه کمکش کنه برای روزهای بعدی. مواجه شدید با همچین صحنه‌ای قطعاً؟ 100 درصد. وقتی به بازیکن میاد خط می‌خوره خب یه چیز طبیعیه که ناراحت بشه، ولی من فکر کنم که این به منزله این نیست که شما خب اینجا خط خورده دیگه تمام کارت، چون اینجا شما از 500-600 نفر شما بعد 20 نفر 15 نفر بیشتر انتخاب نکنی. خب طبیعیه که بیشتر افراد خط میخوان، بیشتر بچه ها خط میخوان. 20,000 نفر شرکت کردن، 40 نفر میخوان بیان. طبیعیه که اکثریت قریبه به اتفاق خط خوان. یه چیز طبیعیه. خیلی از پدر مادرها میومدن چقدر خوب برخورده استاندارد بود. آقا خیلی خوب بود. متشکرم. دیدم بچه های دیگه بهتر از بچه های ما بودن. شما هم زحمت کشیدید. تشکر میکنیم ازتون. میریم با بچه همون کار میکنیم. اصلا خصیصاً آدم. دقیقا. این نگاهه اگه بتونه. بعضی هم فامیله. اونه که ما میشناسیم. دکی، زکی. بابا اومدن همه هیچ فرق نمی کنن. دقیقا. یک سر سوزن. مربی که تیمشو میفرسته توی زمین اول فکر حیثیت خودشه. یک سر سوزن هم حساب بکنه، یک سر سوزن حساب بکنه که به بهترین شکل، چون اگه قرار باشه که هر بازیکنی 2%، 2%، 3% کمتر باشه بیاد تو زمین، 2%، 3%، 2%، 3% یهو میخوابه تیم، یهو میاد 3-4% میشه. اصلا اختلاف فوتبال ما قهرمان با تیم کسی که میره لیگ 1 20% نیست. ما با دست خودمون 20% رو کسب کنیم همچی چیزی نیست. الان میخوام بریم بچه‌هایی که خود تست گرفته رو ببینیم. حوزه شرق، جنوب شرق،
تو مشهد تست گرفت و یزد. چطور بودن بچه های اون سمت؟ من فکر کنم که آقای عزیزی بیشتر بازیکنهای برداشتن که تکنیکی بودن و مطمئنه خب خودشون تو این کار که خبرن و این بچه ها رو دیده بودن. من چند نفر بودم واقعا خیلی تکنیکشون خوب بود ولی یه کمی ریزه بودن، جستشون یه ذره ضعیف بود و خب به هر حال بازیکنهای خوبی بودن که انتخاب شده بودن و ما هم دیدیم چند نفرشون خیلی خوب بودن انتخاب هم شدن. سلام. سلام. خوبین بچه‌ها؟ بله. استراحت کردین؟ بله. کلاس درس نیست همتون ما هم میگیم بله. خوبین؟ سر حالین؟ بله. امروز ما تست میگیریم، تست آخرم هست. همه چی هم دست خودتون. ما سعی کردیم بهترین ها رو از توی مشهد، حالا استان خراسان رضوی جنوبی و شمالی استان گلستان، همچنین یزدم که رفتیم به یزد بود. ما ایمان داریم، ما میدونیم که شما بهترین از اینایی که این گروه هایی که اینجا نشستن، خیلی بهترین، حتما بهترین. دو تا 15 دقیقه بازی میکنیم، میشه 30 دقیقه. به هر کدومتون 30 دقیقه وقت هست، خودتون رو نشون بدین، اون چیزی که دارین. اصلا استرس انتخاب هم نشد این سال دیگه. نه بیا 15 پسرم آقا بیا تو مگه با ما مشهد نیومدی؟ اینا کجا آوردی؟ اصلا همچی چیزی ما تو فوتبال نداریم بگیری هم بالا سرت بندازی. وقتی به این خوبی فوتبال بازی میکنی، به این خوبی بلدی، ساده فوتبال باید ساده فوتبال بازی کنی پسر خوب. یارا رد شو پاس بده، این کارا نکن باریکلا پسر. برو باریکلا بودو، به این خوبی تو هستی، اونجوری خراب کار خودتو خراب میکنی. این سه و این شیشه همیشه انتخاب وسط هم تو خودت انتخاب کردی. میدونم اونو میگم دو تا شیشه گفت. نه آوردیم تو آبی، این شیشه آبی با سه آبی با این آبی دو تا شیشه داره. میدونم ما این داداشان ما تکنیکی ها رو دوست داریم. این پسر 15 با ما بود چپ پای تکنیک حمله توپش خیلی خوبه، ضربه تو خوب میزنه، تکنیک داره، حرف میزنه، راحت یار ور میداره پسره. این پسر مشهد بود با ما، خیلی خوب یارد جلو خودش رد، همینجوری رد میشه دیگه. دوست دارم اینجور فوتبالیست، این هم همینجوریه. این یکی هرکی فوتبالیست شکل خودش دوست داره دیگه. بیا باش شو پسر، بیا باش شو، بیا تو بگیر، بده آماری کلا. آقا فیروز اون سمت کشور اصلا خراسان خب خیلی فوتبالیست داشت، از قدیم داشت، شما هم که چند مقطع اصلا اونجا کار کردید. بچه های خدا دادم دیدین نظرتون؟ مثل خودش بودن خدا داد. خدا داد اون موقعی که تا آخرهای راهنمایی، تا اواسط دبیرستان هر جا میرفت، اول برای شرکت، محلات، مدارس، جایی میرفت بازی کنه راش نمیدادن، به زور خودش رو جا میکرد که ریزه بود. موقعی که وارد میشد دیگه نمیذاشتن بره. خداداد خودش خیلی ریز بود تا قبل از این که حالا باشگاهی بشه، فیزیکش خیلی ریز بود، هیچ جا بازیشتن راش نمیدادن. فکر میکنم رو همون اصل بودیم، بچه‌ای که ورداشتن خودش ورداشته، اکثر اونایی که اومده بودن خیلی ریز بودن ولی تکنیکی بودن. دیدم مثلا از تایباد و اینا هم بازیکن انتخاب کردن، همون مدلی، مدل خودش ریز. آره، تکنیکی اومده بازیکنای خوبی رو آورده بود، مونتا تکرار مکرراته. فیزیک مناسب یکی از فاکتورهای اصلیه. حالا انشالله که توی این مراحلی که داریم مسابقه میذاریم بچه ها بتونن از موجودیت خودشون دفاع بکنن، اما نباید غافل بشیم و فیزیک مناسب. درسته. یکی دیگه از مربی عزیزمون مشتبه جباریه که خب دیدید هم باش صحبت کردیم، همین که رفته بود شهرهای مختلف تست گرفته بود. بچه های مشتبه جباری رو ببینیم، بعد میایم راجبش با آفیروز و ادمان صحبت میکنیم. یه شیراز اگه یادتون باشه میگفتم که ما باید بریم اهواز، نمیدونیم که چه استعدادهایی با چه کیفیتهایی هستن اونجا و به خاطرم یکم احتیاط میکنیم. اما حالا با بچه هم که صحبت میکردیم، کیفیت شما رو با بقیه بچه های جای دیگه مقایسه میکردیم، ما از انتخابمون خیلی راضی هستیم. همه
همتون شرایط اینو دارین که یه فوتبالیست بزرگ بشین بتونین بازی بکنین. اگه تو انتخابیامون نبودین، اینو واقعا از صمیم قلبم میگم که همتون به تمریناتتون خیلی خوب ادامه بدین، پشت کار داشته باشین. مخصوصا تو فوتبال امروز اون پشت کاره اومده جای اون استعدادو گرفت. خیلی از استعدادها بودن که واقعا توانمندی خیلی زیادی داشتن. بیا اینجا شما. شما بیا. آره. محمد علی نصیری. از قزوین. کرج رفتیم. کرج. چند دیگه؟ 80 جو. فوتبالیست خوبو می‌کنم، همه میتونن سری شناسایی بکنن. چیزی که واسمون مهم بود اینه که خودشون و حالا خانواده‌هاشون احساس کنن که اون وقت کافی برای دیده شدن ما در اختیارشون گذاشتیم. خیلی ممنونم که همراه ستاره ساز هستید. 780 رو هم فراموش نکنید. ستاره 780 مربع که باهاش آشنایید، اپلیکیشن 780 رو میدونم که نصب کردید، اگه ندارید هم از سایتش حتما راحت بگیرید. تراکنش‌های مختلفتون رو باهاش انجام میدید. یه جشنواره خیلی خفن و بزرگ 500 میلیونی داره، یعنی 5 تا جایزه 100 میلیون تومانی برای کسایی که تراکنش انجام بدن از طریق 780. و همینطور ساده ترین و سریع ترین راه گرفتن شارژون، خیلی راحت میتونید شارژ بگیرید. ستاره 780 اون عدد مربع رو میزنید، راحت میتونید شارژ رو دریافت بکنید. سلام، همین امشب بعد همین ستاره ساز با یه روبیکیوی جدید در خدمت شما هستیم. بازم 50 میلیون تومان واسه اونایی که بتونن به هر 10 تا سوال ما جواب مثبت بدن. برای شرکت تو مسابقه ما باید روبیکا داشته باشی. اگر روبیکا نداری از طریق ستاره 780 مربع دانلود کنید، و اگر روبیکا دارید به روز رسانی کنید، آماده شید واسه بردن 5 میلیون تومان. یه نکته جالب بهتون بگم، اگر جون ندارید همین الان بخرید، چون زمانی که مسابقه شروع میشه دیگه نمیتونید جون بخرید. پس الان جوناتونو بخرید و آماده شید واسه شروع مسابقه. چطور بودن ادمون بچهای مشتبا؟ خب مسلماً بچه‌هایی که از جنوب ایرامیان همیشه این زبان زده بوده که فوتبالیستای خوبی هستن، فوتبالیستای تکنیکی هستن، سرعتی هستن، و با مشتبا رفته بودون سن. و فکر بکنم که چند نفر رو من دیدم که تو این تستا دیدم شیرازی خیلی خوب بودن، چند تا شیرازی دیدم خیلی خوب بودن، چند تا جنوبی دیدم خیلی خوب بودن، و من فکر کنم که آقا مشتبات بازیکنهای خوبی برداشته بود، و بازیکن هم از نظر فیزیکی خوب بودن، هم از نظر تکنیکی، هم از نظر سرعتی. مشتبات هم فکر کنم میتونه، آقا فیروز مربیه، از این جهت دارم میگم میتونه که مدلش، یعنی شکل کار کردن، شکل رفتاری شاید بخوره به مربی. نه حالا شما بهتر میدونید. مشتبه باج نمیده به کسی. به اون دلیل اگر نخوان تو کارش دخالت کنن و سنگ اندازی کنن، شما رو مشتبه رو یه دونه یه مربی پر آوازه خواهید دید انشالله. بچه های استان فارس و خوزستان، اون دفعه مفصل با هم دیگه راجع به خوزستان صحبت کردیم، ولی حالا استان همجوار هم هستن دیگه، بوشهر، هرمزگان، حالا من یادم نره، حتی از کوکیلو با ایرمه چهار محل بختیاری اومده بودن از این سمت. اونا چطور بودن؟ فوتبال خوزستان به تنهایی میتونه کل کشور رو تغذیه کنه، حتی کشورهای بیرون هم، اینقدر توانمند و غنیه. فوتبال شیراز هم شما به هر کس، به بقال هم اگه بری یه مسابقه بخوای باهاش بدی، سرعتیه. بقالاشون هم سرعتیه. مشتبه زارهی همیاران هم بازی میکنه. لیگ یک بازی خوبم بازی میکنه، تأثیرگذار. میره تا آخر نبخر تأثیر گذار. اونجا شو باید کانال بشودیم که تو فنس نره، همین بقیهش خوبه. یه سری بازیکن سرعتی آخه همین جوریه، یعنی تا لبخط تو اوکی هم بعدش یه ذره میمونن که اون باید بعدش اون راهنما راهنمای رانندگی گردش به چپ بزنه. مشاور جان، سفرهایی داشتین شما با بقیه مربی‌ها برای انتخاب استعدادهای برتر که حاصل شد 167 نفر بچه، که الان شما 40 نفر نهایی رو با مشورت با سه تا داور دیگه انتخاب کردین. چطور تعامل کردین برای انتخاب 40 نفر آخر؟ یه مقدار سخت بودش، چون تو روز آخر بودش که برای اولین بار چهار تا مربی کنار هم دیگه بچه ها رو میدیدیم. ما تقریبا توی روز اول انتخاب هامون رو کرده بودیم، چون من و آقای ادموند با هم دیگه تستای تهران رو شروع کردیم و گذاشتیم دو روز بعدش که دیگه حالا تکمیلش بکنیم و اگه کسی از قلم افتاده اضافه بکنیم. ما اینجوری کار کردیم که زمین دو قسمت کردیم و تو هر قسمتی دو تا دروازه گذاشتیم و فوتبال گذاشتیم بینشون، 8 در مقابل 8 با گلر.
من و آقای کریمی یه طرف، آقای بیزیک و آقای جباری هم یه طرف، نگاه کردیم بازی بچه ها رو و اونایی که واقعا نظرمون بود خب تست زدیم و انتخاب کردیم دیگه، اونایی که حقشون بود از نظر هر چهار نفر. من با آقای کریمی یه نیمه 15 دقیقه این بر میدیدیم مشتبه و ادموند اون بر، بعد ما میرفتیم تو اون زمین من آقای کریمی. وقتی میان از سر 60 نفر بعد میان 4 تا با هم بعد انتخاب کنیم خب یه مقدار سخت میشه اینجا، یه مقدار نظر انتخاب هم دیگه رو خط بزنه خیلی درسته، یه نظر نظرها متفاوت میشه. اون اون چپ رو گفت مال چیزه، مال چیزی ناست مشتبه جبار. نه اون رو خوبه. ببینید من اینجا اومدم که کار کنم، این بچه ها غریب شدن، هیچ فرق نمی کنه واسه من که این بازیکنایی که قبلا با من بودن اونا که انتخاب کردم، اونا اونجا کسایی که آقا خدا آقا جبار آقا کریمی انتخاب کردم، ما هدفمون اینه که این بچه ها رو به جایی برسونیم. استرس توش زیاد هست، فشار زیاد هستش و مخصوصا تو فضای فوتبالی ایران کمتر کسی کمکت میکنه، خودت باید به توانایی تکیه کنی و خودت آگاه باشی و باهوش باشی. تمام بچه‌هایی که اینجا هستن بسیار با انگیزه هستن، هیجان در سطح خیلی بالایی بینشون دیده میشه، ولی کن ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم که بیشتر تمرکز داشته باشن و بتونن بهترین خودشون رو نشون بدن و درست تصمیم بگیرن. حظ میشی گریه میکنی؟ چرا حظ میشی؟ نمیدونم، استرس دارم. کوچولوی سن اون جمعه 79 اومده من همزه بچه شم 84ی؟ من 85ی؟ من 4. مثلا آقای عزیزی بچه‌هایی با جثه خیلی ریز و با شرط سنی پایین‌تری رو انتخاب کرده بود. همه رو اگه می‌خواید بزرگ برداریم که خط بزنیم. کوچیکا زایه میشن. آره چون 11 سال با 16 سال نمی‌تونه رقابت. آره محکوم به شکست بودن. حتی اگه یه دونه یه بازیکن بودش که سنش از بقیه بیشتر بود، باز هم در حق بقیه اجافش. شاید تو یه سری چیزای کوچیک اختلاف سلیقه، اختلاف نظر باشه، ولی فکر می‌کنم یه بچه‌ها دیگه با همون چیز دارن، تفاهم دارن. نمیشه. الان آقا فیروز ما اجازه بده، ما 17 تا اجماع داریم. 23 نفر دیگه نداریم اصلا با هم دیگه اجماع. یعنی اسامی که تو لیست اینا تو لیست ما اصلا نیست. تو همه چیز الان خیلی خوب بودش به نظر من، اما روز آخر افتضاح بود. اگه پارتی داره جاش بالا، اگه نداره پایینه. ویروس کریمی الان پارتی بازی میکنه. حالا پسر ویروس کریمی یه نفره، شما الان 50-60 نفر بچه اینجا نشستیم. نه نه چه چه نه چرا خدا شده نیستیم. به نظر چی میشه آخرش؟ خاصیتو به کجا برسیم؟ چی میشه؟ جز 5 تا اول باشم ولی با پارتی بازی هیچ که نمیتونه. من آوردم. الان گفت تو لیست آوردن. کی لیست؟ من چی لیست آوردم؟ من چی بدونم لیست آوردم؟ الان بیشتر زمینا رو. خب به هر حال به خاطر اون اختلاف نظری که بود، خب مطمئنا یواشی هم بود دیگه. حالا من فکر کنم که اون اختلاف نظره یه مقدار، من این چیزو پیش بینی می‌کردم. پیش بینی می‌کردن که اختلاف نظری وجود داشته باشه. اختلاف نظر اشکال نداره. این خیلی چیز طبیعیه. اگه نباشه عجیبه. اونی که من می‌بینم خوبه، مسلما آقای عزیزی هم همون انتخاب می‌کنه. مسلما آقای جبوری، آقای بیزیک هم همونا رو انتخاب کنن، چون که خوب دیگه خوبه. یه خیلی تفاوت خیلی کمه. چجوری تفاهم می‌کنم فیروز؟ چجوری شما با من؟ الان من یه سوال می‌کنم. این پسره ای که اسماعیل اینا شما برداشتین دفاع وسط رو، شما ببخشینا جدا از تعارف اجازه میدیم من بردارم؟ داری نه قانونی که چه قانون گذاشته؟ شما قانون گذاشتین؟ نه آقای قانون آکادمیه. اجازه شما قانون متوجه فرق متوجه. الان مصطفی آقا سر یک نفر ببینید جایی که فوتبال هست همیشه حاشیه هست، این برنامه بعد هم حاشیه خواهد داشت. یک کف بزنید. آفرین. بریم. بیا بچه‌ها.
یا آقا دو تا حرکت نمایشی انجام نداد. تبلیغ نکنید بگید حرکت های نمایشی مهم نیستش. دو تا کله نتونه بعد بزنه. دو تا کله نبودن. دستو در نکن. شما که همونجوری داشتی انتقاد می‌کردی بهش. دستو در نکن. نگفتی خدای خودت. تشکر. ممنونم. ممکنه یه تعداد برداشته باشیم که تو نمایش فوتبال ضعیف باشن. اما تو بحث قهرمانیش و تو بحث فوتبالیست شدنشون شک نکنید که سعی کردیم بیاز انفرادی ممکنه خیلی خوب باشن ولی ممکنه تو تیم مثلا تو زمین آره یه کسی ممکنه دارای مهارت‌های فردی باشه اما فوتبالیست نباشه الان پارتی الان انتخاب شده اصلا بازی ما رو نگاه نکردن پارتی بازی بود بازی ما رو اصلا نگاه نکردن پس برای چی اسم تو رو نمیشه نه نه کی گفتن اینجا اومدن استعدادا رو پیدا کنن نه اومدن قویا رو پیدا کنن اومدن تنها فر انتخاب کنن ببرن روی کار کنن نه من خوبا رو جمع کنم گل چین کنم ببرن که همه خوبا پاس دادم یه زرگ دارم هر چی گفتن انجام دادم اول بازی میگه شماره شیشه رو بنویس علیه رو بنویس اونو بنویس حرفیه مگه تعارف داریم ما مشتبه اگر اومد گفت کمک های من ستاف رو سیشه قبول می حرف چیه اصلا برای چی ما رفتیم همه شهر رو بیدیم رفت ویدیو خواستیم که بفرستن و یعنی خود منم خیلی کسا رو میتونستم از دوستان آشنایی که میشناختن که بازیکنهای با کیفیتی هستن و معرفی میکردیم و اما قشنگیش به این بودش که ما همزمان توی روزهایی جاهایی بودیم که دوربین همراهمون بود و از اون بازیکنها ما فیلم داریم و تصویر گرفتیم از خانواده هاشون از نحوه ورودشون مشقت هاشون راحت زحمت حالا یه قسمتی هم برد داره یه قسمتی باخت داره آره دیگه باختن داره بردن داره بالاخره اینا مستندایی هستش که باید نشون بدیم یه ورود نابجا میتونه تمام اینا رو زیر سوال ببره من فکر می‌کنم تو روز آخر این اشتباه رو انجام بدیم. چهار تا شما از مشهدیت برداشتیم چجوری میگیم؟ نگیر بابا میخوام خود رو اختصاصی صحبت کنم. نه ما میخوام این چهلتا رو جدا کنم. آقا این برای برنامه. بیا بریم آقا. بیاییم برای برنامه شما هم شو اجرا میکنم. بیا. بله بله. ببین. بله. بله بله. بیا برو آقا اصلا نیم پسر تو نه بزر شما بیا فهم تو بسر بیا کارت دارم الان کارت ببین اشکال اینه کار اینه که شما فکر بکنید که ما هنر پیشه ایم این بحث ورزشیه شما بحث شو دارید ببین ما الان 17 تا با اینا اشتراک داریم خب لیستمون تقریبا 40 تا مال اینا هم خودش لیستش 40 تا ما 17 تا رو اشتراک داریم 23 تاش اشتراک نیست احتمال داره 23 تا ماد جدا باشه با اسماعیل اینا رو هم نزدیک 70 تا میشه خدا نگهدار آقا اون گروه بفرمایید بیرون آقا لطفاً برید لطفاً برید همه رفت مشکل بود همش مشکل گرفت یه اتفاقی افتاده بود یا پولش ندادن یا مشکل داشت یه پدر مادری اومده بود مثلا مشکل داشت. من دوست دارم بی پرده صحبت کنم منم دارم سعی میکنم که همین کار اتفاق بیفته ببینید ما توی نفراتی که اومده بودن تو مرحله بعد توی 160 نفر 20 نفر انتخاب کردیم با اجماع 4 نفر یعنی 4 نفرمون رو 20 نفر نظر داشتیم که تو این 20 نفر دو تاش از نواهای آقای فیروز کریمی بودن که شاید ما هیچ کدوم هم نمیدونستیم و وقتی که من و آقا ادموند تست گرفتیم من اصلا متوجه نشدم آقا ادموند هم متوجه نشده بود به لحاظ کیفیتی ما اون بازیکن رو گذاشته بودیم توی لیست ما چرا نباید بره چون باید نباید او بره چون پول نداره پارتی نداره ویروس کریمی پشت چون نیست ببینید یه برنامه است شعارش بوده این برنامه کسانی که استعداد دارن و فرصت اینکه خودشون نشون بدن و ندارن این برنامه این فرصت بهشون میده حداقل در مورد شما که فوتبالیست هستید این فرصت برای بچه‌هاتون هست شما میتونید زنگ بزنید مثلا به علی آقای دایی پسرتون بره پیش آقای دایی آقای کریمی خودشون مربی هستن
همین فرصت میتونن ایجاد بکنن، ولی این فرصت برای بچه دیگه که ویدیو میگیره از شهرستان ممکنه تلفن هم اصلا نتونه حتی آپلود بکنه. من اینو نمیپذیرم. دقیقاً آقای کریمی عکس منه تفکراتش تو این قضیه، میگه آقا من پسرم اگر خوب باشه کاپیتانم میذارم بیاد. طبق ضوابط اومدن از روی اون سایتی که شما اعلام کردید نسبت به ثبت نام اقدام کردن، قانونی مثل همه، با شایستگی هم اومدن و انتخاب شدن. اتفاقا چهار ضبطره هم بودن، یعنی مورد تایید و وثوق هر چهار داور یا هر چهار مربی بودن. هر طوری باشه ممکنه یه قسمتش هم در حقمون بازیکن اجاف بشه، اونم بالاخره یه توی شرط سنی و توی موقعیتی هستش که حقش هست بیاد شرکت بکنه، و به خاطر اینکه آفیروز توی جمع مربی و داورا هستش بالاخره درست در نمیاد. همونجوری که از تو شهرستان یه سری آدم انتخاب نشدن و بچه‌ها شما انتخاب شدن، این برنامه مرحله‌ایه و نمیشه مثلا 100 نفر 200 نفر توی برنامه بیاد. ایرادم از خودمون بودش. فکر می‌کنم که شاید تو ذهن یه سری خانواده‌های شایبه به اشتباه اصلا به وجود اومده. آقا نوه‌های میگن نوه‌های فیروزکریمی هم هستن. فقط اینو میگن سوء تفاهم برطرف شده. آیا نوای سیلوی سنفر هستن تو تیم؟ نه تو انتخاب تو تمرینا بودم، انتخابش با بقیه داوراست. هیچ کسی آبروش و اعتبارش رو برای فامیلش نمیذاره. همین ما سالی سوء تفاهم برطرف شده. مطمئنم این کار رو نمی کنم و تا حالا نکردم. با هر کی هم کار کردم میتونین بپرسین، تا حالا من این کار رو هیچ وقت نکردم که بگم ایشون آشنایت امیرالیه من بیارمش تو تیم من تست بده. اصلا این کار رو نمی کنم. شاید معرفی کنم جایی تست بده، ولی توی تیم خودم نمیارم، این کار رو نمی کنم. تمام این بحثات ما به این دلیل داریم می کنیم که این حس به وجود نیاد که داره پارتی بازی. اگر امیرالی جان اگر قرار بود این پارتی بازی باشه و این روایت باشه، من نمیشینم روی این صندلی. اونایی که منو میشناسن میدونن من اصلا تعارف ندارم. شما به خاطر همین چیزام خیلی عزیزی. قربونت برم، شما هم عزیزی عزیز داری. ولی اگر شما عزیزی دیگه خداتم 1% من حس کنم اینجا زد و بندی هست، رابطه‌ای هست، فامیلی هست، اتفاقی داره میفته که کمکی به فوتبال نمیکنه، اگر بدونم 1% حقی داره ضایع میشه، داره رابطه برقرار میشه، روی این صندلی نمیشینم. من به عنوان یه داور اومدم و یه کارشناس. ما درستش کردیم، یعنی اون نفرات حالا از لیست خارج شدن و نفراتی که شایسته بودن اونم شایسته بودن، جز واقعا یکیشون که جز نفرات انتخابی هممون بودش، اما کنار گذاشته شد و این فرصت در اختیار حالا کس دیگه ای قرار گرفتش. بازیکنانی که فکر تصور بر این بود که برنامه‌ای هست که اینا اومدن، همه رو بهشون گفتم نیاین، ازشون خواستم که در این برنامه حضور نداشته باشن. ببینید من حواسم بود. آقا من خانم حواسم بود. اصلا طرف نکنم. خیلی مخلصم، امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه و این چند روز آخر تعطیلاتم کنار خانواده باشید، کیف کنید، ستاره سازو میبینید. این آخرین دفعه بود که ما تو این استودیو بودیم. بازم میگم دفعه بعد میشه یارکشی تو اون استودیو اصلیه با 40 نفری که مربیامون انتخاب کردن و در نهایت میرسیم به 4 تا 6 تیم و اون اتفاقات پایانی خواهد افتاد. امیدوارم که بیننده‌هامون هم دوست داشته باشن، تماشاگران هم انرژی داشته باشن و یه دست بزنم ببینم که سر حال هنوز. این لحظه ای بود که رویای ما به حقیقت پیوست. رویای پیدا کردن ستاره ها برای ساختن نسل آینده ای فوتبال ایران. حرکت به سمت 4 گوشه این سرزمین و پیدا کردن 168 نفر از بهترین نوجوانای فوتبال ایران. این لحظه ای بود که همه از احساس غرور حرف زدند.
غرور از دیدن این همه نابغه. و حالا انتخاب 40 ستاره برای آینده فوتبال ایران. اما این پایان کار نیست. اینجا ایستگاه اول ستاره سازه. ایستگاهی برای تازه کردن نفس‌ها و بعد اوج هیجان توی مسیر طولانی. همراه با 40 ستاره با انگیزه که قراره توی آسمون این فوتبال بدرخشن. مرحله بعدی ستاره ساز نشون میده که چطور اونا توی این مسیر مبارزه میکنن، عرق میریزن، میبازن و میبرن تا در پایان ستاره‌ای بشن با درخششی به اندازه خورشید.